فاضل سروش خانومی که در رشته حقوق ماستری دارد. 6 ماه قبل نظر به علاقهش فارم سمارق را با سرمایه 2000 افغانی ایجاد کرد و برای 200 زن زمینه کار را فراهم کرده است. وی میگوید اگر حمایت شود حتی به خارج از کشور صادر خواهد کرد. او میگوید وطن مادر است و هیچ کس نمیتواند مادر خود را رها کند و راه حل این نیست که وطن را رها کنیم. او به دلیل اینکه در دوران کودکی سمارق کوهی خورده بود، تصمیم گرفت تا کار سمارق فارمی را آغاز کند. خانم فاضله سروش در حال حاضر تولیدات سمارق فارمی را تنها در کابل به فروش می رسانند و می گوید اگر حمایت شود، صادرات سمارق را در سایر ولایات و خارج از کشور خواهد داشت. او می گوید باید زنان را در زمینه فعالیت‌هایشان که همانا پیشرفت افغانستان است، حمایت کند، تا بتواند افغانستان در بخش سمارق خودکفا شود. ما در این برنامه با خانم فاضله سروش صحبت کردیم و جریان کار را نیز به شما به تصویر میکشیم. گرچه علاقه به تجارت هم نداشتم، اما رو آوردم که باید یک رای عایداتی بر خود داشته باشم. اولین انگیزیمه. و من چون فکر میکردم که از دست خالی چی کاری باید ایجاد کنم تا منبع عایداتی داشته باشم، من از امو دست خالی که کامل خالی بود و من از 2000 افغانی آزمایشی از این فارم سیمارق ایجاد کردم، علاقه به خود سیمارق داشتم و طبقه که همه مردم افغانستان به می فکرن که سیمارق فقط طبیعی از فارمی نیست، من از خوردی تا کلانی یک دفعه به خوردی خورده بودم سیمارق طبیعی و علاقه داشتم و مزی و تعال به دهنم بود و خیلی خوش داشتم که سیمارق دوباره بخورم و خوشبختانه از اون 2000 افغانی که شروع کردم کار من نتیجه داد و بعد از او که فارم نتیجه داد، من به طرف اسپانیا تخم سیمارق رفتم، او را هم آزمایشی از این عمل تولید کردم، خوشبختانه ایم نتیجه داد و بعد از او ما در گروه واتساپ که داریم و موصفه فیسبوک ما همگانی ساختم، گفتم خانمایی که میخواین امرای ما فارم بزنن، کیا میخواین، هر کس آماده است ما امرای ازو هستم، میتونیم ما شما فارم بزنین. بله دوستان عزیز، آمدیم در یکی از فارم‌های سمارق که زیر دست خانم سروش عزیز، خانم مینای سروری آموزش پیدا کردن، یاد گرفتن، فرا گرفتن و امروز برای خودشان فارم سمارقی را ایجاد کردن. خواستیم صحبت‌های بیشتر را با خودشان داشته باشیم. با ما همراه باشین و صحبت‌های بیشتر را با خودشان خواهیم داشت. بله دوستان عزیز، آمدیم در همه فارم سمارقی که بر شما خوبان گفتم که خانم مینای سروری این فارم را ایجاد کردن با همه امکاناتی که داشتن و شما هم مشاهده میکنین که ماشاءالله دیگه تمامی این بسته ها در حال حاضر در حال رشد هست و هنوز ما سمارقی نمیبینیم، اما شاید در اتاق که وارد شیم ببینیم که آیا سمارق هم دادن یا هم ندادن و اگر هم ندادن در کل باید چند روز سپری شود تا ما همو ثمرش ببینیم که واقعا همو سمارق خوشمزه‌ای که هر کدام ما دوست داریم که نوش جان بکنیم. آمدیم و صحبت‌های بیشتر را با خانم سروری عزیز و همکارانشان خواهیم داشت که دقیقاً حالا چند مدت میشه این فارم را ایجاد کردن و در کنارش حالا چند خانم دیگر هم مصروف کار شدن و کار میکنن. ما را همراهی بکنین و بریم با خودشان بیشتر صحبت‌های را خواهیم داشت. سلام و وقتان بخیر خانم سروری عزیز. ممنونتان، سلامت باشین. خیلی تشکر که بر ما وقت دادین. هیچ گپ نیست، قربانتان. ممنون. خانم سروری، خوب است در نخست یک معرفی از خودتان داشته باشین تا هموطنان عزیز هم با شما معرفت بیشتر کسب بکنن. سلام، خانم مینا سروری هستم. ما این فارم ایجاد کردیم با کمک خانم سروش، چون مفکوره و نظریه ما چیز از اونها بود، چون نمیره خودمون بیکار و شوهرم چون در دینمی خودم میره بانه سک چیز رو بگیریم، امروی خودم از ای فامیل هم امروی زمین مصروف است، چون اونام کمک زیادتر و بیشتر برم کردن، چون بطنه واقعا مشکل بود، خودم هم نمیتونستیم.
چون حالا خوب مکمل کار تمام شده چون نمیشه دیگه نشام داده، واقعا زحمتش زیاد است. خانم سروری عزیز، حالا در رابطه به مراحل پرورش سماروق هم از شما دوست داریم بشنویم که دوستایی که ما را هم یکنون مشاهده میکنن و علاقمند ای هستن که حالا خودشان فرم سماروق را ایجاد بکنن، از کجا شروع بکنن؟ مراحل کارش چی هست؟ شروع کارش همون جوش دادن کاو دول جوش میتید، بعد دوباره را میکشی از دیگه خشک میسازید چون یک هوای تازه بگیره که سر چرا. بله. زمان که مکمل آب از رفت پاکت ها پر میکنی، لاب الات تخم میزنی، فقط این گرده پلاستیک این قسمت ها دوسط نید چون اگه دوسط پرتیم تخم یک چیز بیفایده میشه چون یخ زمین نیست که رشته رو. بله. فقط این گرده پلاستیک باز یک لاب کام میزنی، باز از سرش گم نمید تخمم اندازی. زمانی که تمام شد این قسمت ها رو سلاخ میکنم چون به خاطر یک هوا بخورم. بله. فقط اون هوا خوری شد. اون بعد از زمانی که بسته بندی شد تو در دیجا بند شد دیگه اون روز مروزه کارش صبحانا میه یا پاشی میکنی خوب سعی رو مکمل ها میزنی که به حساب روی اتاق بیخی کاملا تر شد. خوب سعی چی میکنی دیگه اون پس کل جای شقای میکنی تا ظرف دو هفته. دو هفته بعد مکمل پختش کشیده میشه. روز دو بار یک سرزی او گرفته میشه. صبح هم دیگر هم روز دو بار سر خودم پاکت ها البته کرده. بله. سر تا پوین او گرفته میشه. اون فقط طرف دیگر هم یک ساعت ورسی رواز میمونی که هم قیقه تازه داخل شد. اون من چون زمان به حساب خراب شدنش چون یکان پاکتش بسیار کم و تو این قسمت ها وارد تا کم تبوت میگرده. بله دوستا هم مشاهده میکنن. اونم رو باید از آدم با خبری کنه چون اونم یک قسمت از اگه خراب شده که زیادتر چی شده میره. چون اونم رو باید از جلوگیری کرد. زمانی که خراب شوه خانم سروری با شما چه کار انجام میتن؟ همونطور که شما هم اشاره کردین در همی قسمتش احساس میشه که خراب شدنی؟ حالا چه کار را میکنه؟ چون این چیزی هست اگر که مجبور هستی بانش تا ببینی که تا کدام قسمت مثلا میرسه چون یاب نداره که پایین آمده برد دیگر هم امره خود خراب کنه چون خشک شدنی مکمل آبش پایین آمده دیگه به این شکل های چی هست اگر ببینیم تا فعلا فضل خدا چیز خرابی نداره خدا رو شکر انشالله که کم از دیگه بازم آره انشالله که تا پایان کار دیگه هیچ خرابی از خودشان نشان نده. ایسامارو خانم سروری از مراحل کار خود در کل بر ما گفتن. بیاین از این صحبت بکنین که تخمش از کجا شما تامین میکنین؟ تخمش به بازار و قیمت چند هست؟ آیا قیمت مناسب داره یا نه؟ برای شمایی که تازه فرم را ایجاد کردن یک کمک قیمت‌تر هست. فعلا خودگان نمیفهم چون خودم مقدر دربارش معلومات بیشتر ندارم. چون خودمون کار نواز گرفتیم دیگه کیلو 200 افغانی تخمش گرفتیم دیگه مو رقم 35 36 سیر کار هم رویش دیگه جوش دادن شوی گپا خلاصه مصرفش زیاد است. بله مصرف و زامتش بسیار زیاد است دیگه بازم خدا میره بانست که اگه اصل ازش بگیریم از قلم زامته را کشیدیم یا چی انشالله. خانم سروری عزیز در رابطه به این هم صحبت کنین که در کل به فضای مرطوب نیاز داره. بله بله. فرم سماروق در کل سطح اتاق دوستا کاملا مرطوب هست. بله باید بسیار مرطوب باشه حتی تندازی از این که باید از قسمت ها بیخی باید لای باشن چون قدر زیاد مکمل دیوار پلاستیک گرفته که باشه خود چونی خانه هم یک کمه قدر سرش مطمئن نبودیم چون نمیشون قدر نم بیشتر و زیادتر هم در زیر چی کنیم چون دستکا میشته یا چون از ترس از اون هم دیگه قدر زیاد برش چی هم قدر نمیکنیم. بله در کل دیگه نباید اشعه آفتاب اینا برسه. بله نه نباید از آفتاب برسه چون یک چیز دبر باشه که روشنی داخل اتاق نزنه و از طرف دیگر یک ساعت ورسی رو آواز میکنیم که گوای تازه و آزاد داخل بیه خلاص کو هم کو اخنو رفتا بیگه پا نمی باشن. درست درست بسیار شما مصروف کارتان باشن که شما را از کار نمانیم. بریم سراغ دوستای دیگه ما دوستا و ببینیم مصروف چه کاری هستن. بله در کنار یکی از مادران موفق و قهرمان کشور خود ما قرار داریم. سلام وقتان بخیر. خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ بخیر جانتان جور هست؟ تشکر زنده باشه. خدا رو شکر. مصروف چه کار هستین مادر جان؟ مصروف خیلی سماروق خب امروز روز چندمش هست؟ روز 13 درست؟ فعلا شما مصروف چه کار هستین؟ چه کار میکنین؟ سعی میکنیم که صحیح شده نشده آنم کاراش درست بسیار عالی. حالا به نظر خودتان امی چطور هست؟ این خود سفید کرده خود توکل و خود ببینو که چی میشه امی برفگینا که زده شود اگر فهمیده میشه که خوب رشد کرده درست؟ بسیار چند مدت میشه خودتان با خانم سروری کار میکنین؟ 13 روز میشه این وقت که چی کردیم شروع که کردن در شروعش شما بودین درست؟ بله از این وقت شروع کردن بسیار عالی انشالله. خانم
نامکتان؟ نام رونا. رونا جان عزیز. خانم رونا، اگر انشالله از این آید خوبی تقریبا 200 بسته در حال رشد هست و روز 13 هست که البته ما آمدیم در این فرمی که ایجاد کردن و مدت زیادی میبره، تقریبا 20 روز دیگه هم نیاز هست تا این بسته ها و این تخم هایی که کاشت کردن دیگه به سمارق تبدیل شود و خانم سروری عزیز هم سمارق ها را جمع بکنن و به فروش برسانن. من نمیدانم دقیقا قیمت سمارق در بازار کابل حالا چند است. من این سوال را از خانم سروری عزیز هم خواهیم شنید. و خانم سروری، به نظر خودتان حالا چگونه هست بازار سمارق، فروشات و اینکه بخیر اینا که زمان که به سمارق تبدیل شوه پرسان کردن قیمت ها چطور هست؟ قیمتش 200 افغانی است. زیادتر کسان نمروی بسته یک بار مصرف که به فروش می رسانن، چون یک کیلو را 200 گرامه در پنج یک بار مصرف تقسیم میکنم، اون در 60 افغانی یا 70 یا 50 خواهد نفر دیگه نظر در کارش یا نظر در مشتری که مثلا چی قیمت مثلا سرش میمونه چی نمیمونه. خب ما آخری قیمتش دیگه در 50 افغانی هم 200 گرامش بفروش میرسه. حالا از این بسته که شما در حال حاضر همونطور که دوستا هم مشاهده میکنه آماده کردین و پرورش پیدا میکنه، به چه تعداد حالا سمارق یا هم چند کیلو بر شما سمارق خواهند داد؟ ایره هم شما ارزیابی کردین یا هم خیر؟ بله، نیوره معلومات داریم در بارش، چون 25 کیلو گرفتیم هر کیلوش 10 کیلو دوباره حاصل میده. 25 کیلو تخم؟ بله بله. بسیار عالی. هر کیلو از 25 کیلو تخم 10 کیلو حاصل میده. اگر باز هم ببینیم که خداوند امرای ما چی میکنه، چون امکانات باز از بازیش همگیش نیکن کان خراب شدن هم شاید داشته باشه چیم، میگم مقصد به حساب که سعی نگهداری شما هر کیلوش 10 کیلو حاصل میده. خب بسیار عالی. 25 کیلو دوستا تخمش را خانم سروری عزیز آماده کرده که از هر کیلو 10 کیلو درست اینا میتونن که سمارق دریافت بکنن. انشالله در کاربارتان هم خیر و برکت باشه. خانم سروری عزیز خیلی خوشحال شدیم از اینکه بر ما وقتتان دادین و انشالله که موفق باشین. ممنونتان، خیلی تشکر، خدا نگهدارتان، سلامت باشین. بله، سپاس فراوان از همه شما خوبانی که تماشا میکنین، مشاهده میکنین برنامه خودتان را. واقعا خانم سروری عزیز با چالش ها و مشکلاتی که حالا سر راهش قرار گرفته اما تسلیم نشده، برای خودش کار را ایجاد کرده که کارش هم همین فارم سمارق هست با راه اندازی و همونطور که خودشان هم اشاره کردن که در اوایل کار بسیار بسیار کم شروع کردن و انشالله که بتانن پیشرفت های چشمگیری داشته باشن. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.